در مسکو اما نه در خاک روسیه. این وضعیت ادوارد اسنودن، کارشناس سابق سازمان امنیت ملی آمریکا است که پس از افشای اطلاعات محرمانه دولتی فراری شد، چرا که او در محوطه ترانزیت فرودگاه بوده و از نظر قوانین بین‌المللی وارد خاک روسیه نشده است. پس از اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشان داد به هشدارهای آمریکا درباره اخراج ادوارد اسنودن توجهی نخواهد کرد، دولت آمریکا لحن خود را آرام‌تر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ما به دنبال رویارویی نیستیم، به هیچ کس دستوری نمیدهیم، فقط درخواست میکنیم که در طی یک روند عادی یک شخص را به ما تحویل بدهند. پیمان استرداد مجرمان وجود ندارد، اما رسوم مشخص دیپلماتیک بین کشورهای مستقل وجود دارد. من از احترام به قوانین مشترک صحبت میکنم. وزارت خارجه اکوادور تایید کرده است که درخواست تحویل ادوارد اسنودن به آمریکا را از مقام‌های واشنگتن دریافت کرده، اما این درخواست به صورت شفاهی بوده است. گزارش شده است که مقصد نهایی ادوارد اسنودن کشور اکوادور است.